حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت آمریکا. جمعه 7 می 2021 یکی از خطوط انتقال سوخت شرکت کلونیال آمریکا مورد حمله باج‌افزاری یک گروه هکر قرار گرفت و از کار افتاد. حمله سایبری به شرکت کلونیال که منبع نیمی از سوخت در کرانه شرقی آمریکا است، منجر به بسته شدن خط لوله شرکت کلونیال پایپلاین بین ایالت‌های تگزاس و نیوجرسی شد. این حمله سایبری یکی از جدی‌ترین حملات باج‌افزاری علیه زیرساخت‌های حیاتی توی این کشور به شمار میره. باج‌افزار نوعی بدافزاری که برای قفل کردن سیستم‌ها از طریق رمزنگاری اطلاعات و درخواست پول برای دسترسی مجدد به اونها طراحی شده. در واکنش به این حمله، ابتدا کل عملیات این خط لوله متوقف شد تا سیستم‌های فناوری اطلاعات پشتیبان این خط لوله از حملات سایبری دامنه‌دارتر بعدی مصون بمونن و در نتیجه بیش از 10,000 پمپ بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا به ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت ناشی از خرید وحشت زده مردم مواجه شدند. بعد از این حمله سایبری از رانندگان آمریکایی خواسته شده در واکنش به کمبود سوخت به خاطر مسدود شدن یک خط لوله اصلی انتقال نفت در نتیجه حمله سایبری از احتکار بنزین خودداری کنند. بعد از این حمله سایبری و کمبود بنزین در جایگاه‌های تحویل سوخت و افزایش قیمت، تعدادی از رانندگان در مناطق جنوب شرق آمریکا به خرید و ذخیره‌سازی بنزین مبادرت کردند. به خاطر کمبود سوخت خودرو در ایالت‌های کارولینای شمالی، ویرجینیا و فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام شد. دولت بایدن روز یکشنبه 9 می 2021 در 17 ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد و شخص اون تصریح کرد از ابعاد احتمالی این حادثه نگرانه. هکرها 100 گیگابایت از اطلاعات شبکه خط لوله کلونیال رو در اختیار گرفتن تا باج اعلام شده از سوی شرکت تأمین بشه. در غیر این صورت اطلاعات سرورهای این شرکت رو روی اینترنت منتشر خواهند. شرکت کلونیال روز یکشنبه 9 می 2021 اعلام کرد خطوط کوچکتر بین پایانه‌های سوخت و نقاط تحویل سوخت مشتری رو فعال کرده، ولی خطوط اصلی بین هیوستون و شمال شرقی آمریکا بسته مونده. هیچ تاریخی برای از سرگیری کامل این سیستم خط لوله به طول 8850 کیلومتر مشخص نشد. این تعطیلی خط لوله، کمبود بنزین و اعلام وضعیت اضطراری در ایالت‌های شرقی آمریکا رو به دنبال داشت و باعث شد دو پالایشگاه تولیدشون رو کاهش بدن. FBI روز دوشنبه 10 می 2021 گروه سایبری دارک ساید رو عامل این حمله معرفی کرد. به گفته کارشناسان، دارک ساید ممکنه در روسیه یا اروپای شرقی مستقر باشه، زیرا باج‌افزار این گروه برای اجتناب از رایانه‌های رمزنگاری از کیبوردهای زبان روسی، اوکراینی، قزاق یا سایر زبانهای مربوط به جمهوری‌های شوروی سابق استفاده کرده. تحت تأثیر این حمله سایبری، انجمن اتومبیل آمریکا اعلام کرد که میانگین ملی قیمت بنزین 6 سنت افزایش یافت و به 2.96 دلار در هر گالون رسید، که به بالاترین قیمت از ماه می سال 2018. البته این رکورد شکنی قیمت بنزین تو آمریکا تو این نقطه متوقف نشد و قیمت متوسط هر گالون بنزین در روز چهارشنبه 12 می 2021 به 3 دلار برای هر گالون افزایش یافت. قیمتی که از نوامبر 2014 تا کنون تو این کشور تجربه نشد. این قیمت همچنین یک جهش 7% از چهارشنبه گذشته رو نشون میده. در نهایت شرکت کلونیال بعد از 6 روز قطعی خدماتش، روز پنجشنبه 13 می 2021 بخشی از سیستم سوخت‌رسانی خودش رو احیا کرد. در پی این حادثه کاهش سوخت در آمریکا بیش از یک هفته ادامه داشت و در نتیجه شرکت کلونیال مجبور شد 5 میلیون دلار پول دیجیتال به گروه هکری دارک ساید پرداخت کنه. بدین صورت بعد از گذشت یک هفته بالاخره وضعیت بنزین در این کشور در مسیر بهبودی قرار گرفت.